مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح یک پایگاه دفاع موشکی بالیستیک آمریکایی در لهستان شرکت کردند. احداث این پایگاه از سال 2008 برنامه‌ریزی شده بود. ورشو تعهد رؤسای جمهوری ایالات متحده در دوره‌های مختلف را ستود. ایالات متحده در واقع به معنای بسیار ملموس ضامن امنیت جمهوری لهستان و همچنین کل اتحاد آتلانتیک شمالی است. ورای این اظهارات گرم برای واشنگتن، نگرانی هایی در مورد تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده ایالات متحده به امنیت اروپا وجود دارد. در سال 2017 ترامپ ناتو را بیفایده خواند و بارها از متحدان ناتو انتقاد کرد. 23 کشور از 28 کشور عضو هنوز آنچه را که باید بپردازند و آنچه را که قرار است برای دفاع از خود بپردازند را پرداخت نمی کنند. این برای مردم آمریکا و مالیات دهندگان ایالات متحده منصفانه نیست. به گفته کشورهای متحد عضو ناتو در نشست سران این پیمان در سال 2018، ترامپ تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی نتوانند هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند، ایالات متحده را از این ائتلاف خارج خواهد. ترامپ بعداً ادعا کرد درخواستش موفق بوده. همه موافقت کردند که تعهد خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. آنها می‌خواهند آن را به سطوحی ارتقا دهند که قبلا هرگز به آن فکر نکردند. ترامپ در فوریه سال جاری در مسیر مبارزات انتخاباتی خود باعث شوک‌های بیشتری در ناتو شد. یکی از رؤسای جمهوری یک کشور بزرگ ایستاد و گفت: خب آقا، اگر ما پول ندهیم و روسیه به ما حمله کند، آیا از ما محافظت می‌کنید؟ گفتم: پول ندادی؟ تو خلافکار هستی. او گفت: بله، بگذارید بگوییم که این اتفاق افتاده است. نه، من از شما محافظت نمی کنم. در واقع من آنها را تشویق می کنم که هر کاری را که می خواهند انجام دهند. شما باید پرداخت کنید. باید صورت حساب‌های خود را بپردازید. فابریس پوتیر، رئیس سابق برنامه‌ریزی سیاسی ناتو، میگوید متحدان ناتو می توانند انتظار داشته باشند که پس از روی کار آمدن ترامپ فشار بیشتری برای پرداخت هزینه بیشتر احساس کنند. من چندان مطمئن نیستم که باید مانند سال 2018 در مورد تهدید حیاتی ناتو صحبت کنیم، اما می توانید روی آن حساب کنید که یک معامله بسیار سخت انجام دهد. تاکید بیشتر نه تنها بر رسیدن به هدف کم و بیش 2%، بلکه احتمالاً زمینه را برای 2.5 یا 3% در اجلاس بعدی ناتو در ماه ژوئن در لاهه فراهم می کند. چنین رویکردی احتمالاً پس از تهاجم روسیه به اوکراین مورد استقبال بسیاری از کشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال متحدان جبهه شرقی مانند لهستان و همچنین کشورهای بالتیک و حتی کشورهای اسکاندیناوی اکنون این را به عنوان یک چیز خوب می‌بینند. اما من فکر می‌کنم هنوز نگرانی‌هایی در سراسر اتحادیه وجود دارد که معامله‌گرایی او می‌تواند اعتبار دفاع جمعی را تضعیف کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه متیو ویتکر، از شخصیت‌های وفادار به خودش را به عنوان نامزد سفارت ایالات متحده در ناتو منصوب کرد. ترامپ در بیانیه ای کتبی گفت که ویتکر روابط با متحدان ناتو را تقویت خواهد کرد و آمریکا را در اولویت قرار خواهد داد. انتصاب ویتکر هنوز باید به تأیید سنای ایالات متحده برسد.